به نام آن که تنهایی شایسته است. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما بیننده های عزیز چینل یوتیوب افغانستان گالری. خدا کنه که همتون جور صحتمند و سر حال باشین و روزتان هم تا دم به خوبی و خوشی سپری شده باشه و بیننده برنامه خودتان باشین به نام مود فیشن. باز هم ما فروزان کاکر مجری برنامه در خدمت شما هستم و امیدوار هستم که تا پایانی برنامه مرا همراهی کنید. Same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. 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 Just wanna be alone. Again, I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun, but it's the same. با سلام مجدد دوست عزیز، دوباره خوش آمدین و در ادامه برنامه مود و فیشن قرار داریم. در این برنامه ما میخواییم بر شما لوازم آرایشی را به معرفی بگیریم، بخصوص کسایی که از میکب خود شکایت دارن، خصوصا دختر خانمایی که وقتی میکب استفاده میکنن میکبشون کف کف میشن و دروشون درست نمیشینن. بعد از اینکه چند لحظه آرایششون خلاص میشه، یعنی تمام میکبشون برهم میخورن و از میکب خود شکایت دارن. در این باره میخواییم بر شما معلومات بدیم که قبل از میکب کدام لوازم باید استفاده کنن و بعد که میکبشون هم تمام شد کدام لوازم استفاده کنن. خدا کنه که تا پایانی برنامه مرا همراهی کنین و با ما باشین. خب دوستای عزیز، شما هم میبینید که اسحاق جان بسیار آرام در جای خود نشستن و آماده عزیز که برام ازشان پرسان کنم درباره میکبا. چطور اسحاق جان؟ سلام، خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ خوب هستین، ساعتتون خوب است؟ تشکر، زنده باشین. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ زنده باشین، شکر الحمدلله. خودتون خوب هستین؟ تشکر، زنده و سلامت باشین. اسحاق جان، با کارهای فروشگاه چی حال دارین؟ با خرید و فروش از مشتریاتون راضی هستین؟ بسیار راضی هستیم از شما را و مشتریاتون، بسیار راضی هستیم. زنده و سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. خب اسحاق جان، قسمی که شما هم شاهد هستین، ما امروز میخوایم درباره میکاپ ها بر ما معلومات بدین، خصوصا دختر خانمایی که وقتی میکاپ استفاده میکنن بیشترشان حداقل در 100% 50%شان شکایت میذاشته باشن از میکاپشون که میکاپ های صورتشون کف کف میشن. بشه که درباره ازو بر ما اولتر از همه فقط معلومات بدین و بگوین که دلیلش چیست؟ چشم، چندین دلیل وجود داره. مثلا اول که کسی که میکاپ استفاده میکنن، اولین طریقیش که باید استفاده کنن پرایمر است، که باید پرایمر استفاده کنن، اونام بر جلدای خشک یا چرب یا به هر فصل سال. مثلا در فصل خزان داریم پرایمرهای چرب داریم، من جاترین استفاده از پرایمرهای چرب میشه که روی خشک میشه و اصلا میکاپ هم نمیشینه. اولین کاری که میکنیم باید از پرایمر استفاده کنیم. بعدش باز میکاپ که ما استفاده میکنیم، از طریق استفادهش درست بفهمیم. سر از یک پرایمر استفاده میکنیم، اینا میکاپ به بسیار طریقه درستش، نه ای که با جلد کش کنیم، بسیار راحت با جلد میزنیم که او تمامش در سطح دوم جلد پیشینه و یک جلد صحیح سالم نشان بده. بعد از میکاپ که استفاده میشه، عموماً بیشترین پودر استفاده میکنم. بعد از میکاپ پودر استفاده میکنم یا پیش از پرایمر. پیش از میکاپ بعضی عادت دارن، فعلا خانم ها عادت دارن که کریم های مرطوب کننده استفاده میکنن.
اونا اصلا هیچ صحیح نیست، یعنی هیچ نباید از او استفاده کنن، اصلا نباید استفاده کنن. اونا که صرف مرطوب میکنه و جلد آماده برای نفوذ میکنه، یعنی منافذ جلد باز میکنه و صرف مرطوب میکنه و میکپ که بزنه سر از او تاپا تاپا همون قسمت ها میمانه. و بعد از تمام آرایش های چشم و اینا که ختم شد، در اخیر ما ستینگ اسپری داریم، یعنی که آرایش ها تمام شد از ستینگ اسپری استفاده میکنن، از طول 10 سانتی متر یک اسپری میکنن که همی آرایش هایی که کردن میکپ پودر اینا را که زدن با تمام درستیش در جلدشان بشینه و جلد برونز یعنی اما جلایش جلد اصلا بکشه. بسیار در فصل خزان زیادتر از این ستینگ اسپری باید استفاده کنن. دقیقا اصلا جان، خصوصا چون حال هوا سرد شدن بیشتر کوشش کنن از این مرحله که شما گفتین اینا را باید طی کنن و هم از قبل از میکپ باید استفاده کنن، درست میگم نه؟ و بعد از میکپ هم میتونن که از این اسپری استفاده کنن تا اینکه درست میکپ در جلدشون بشینه و امو جلای خاص خود پیدا کنن. خب اسد جان، واقعا این مشکل بسیار کلان بود که بیشتر دختر خانما هم داشتن، درباره این هم بر ما معلومات دادین، تشکر. زنده باشی اسد جان، از اینکه دربارهش تمام از اینا معلومات بر ما دادی. چی خوب است که درباره طرز استفادهش هم بر ما بگویی، خصوصا درباره پرایمر که بعضی ها پیش از اینکه پرایمر استفاده کنن روی خود چرب میکنن، چون جلد بعضی ها خشک میباشن و میخواین که جلدشون کم مرطوب شوه این استفاده کنن. اصلا کریم خود ضرور نیست که استفاده کنن، زیادترین مورد استفاده که در بین المللی هست، در اروپا هست، از پرایمر استفاده میکنن. پیش نیاز همه آرایش ها همی پرایمر هستن و این که از چند قسم داره، مثلا بر جلدای خشک هست، بر جلدای چرب هست. چند قسمی که ما داریم، مثلا این هست فعلا بر جلد نرمال است که هیچ ضرورت به دیگه مرتوب کننده نداره، فقط باید پرایمر استفاده کنن و طریق استفادهش بسیار راحت است که اول جلد خود باید بشوین، مکمل پاکسازی شوه، همو شستنش هم باید با یک مواد آرایشی ایگه است. اینا میکپ ریموور است که اینا تونک هم گفته میتونه که اول جلد خود پاکسازی کنن، باید اول امرای ازی باید جلد خود شروع پاکسازی کنن. تمام جلد پاکسازی شوه. اینا هم چند قسم داره، نرمال جلد داره، حساس جلد داره. برای جلدای حساس این منظور است که جلدا بخار نکنه، آکنی جوش نکنه و ایه که پاکسازی کرد بعدش جلد آماده برای گرفتن مواد آرایشی میشه که مثلا پرایمر استفاده میکنه. پرایمر رو من در جلد میشینه و پرایمر آماده برای میکپ میخواد. میکپ استفاده میکنه. میکپ هم چند قسم داریم. من میکپ های چرب داریم، خشک داریم و هم میکپ های سموکی داریم. یکی از لایت است، رنگ های روشن است. چند قسم داریم. عموماً زیادترین استفاده مشتری های ما که در افغانستان استفاده میکنن از میکپ های است که عموماً متوسط است، نه قدر سیاه سیاه، نه قدر سفید سفید، که امو طرز استفاده شد تمام میشه. براتون گفتم که پرایمر استفاده میکنه، بعد از او باز میکپ ها به شکلی استفاده کنن که برای جلد کش نکنن، اولش کش یعنی زیاد فشار نتن، فشار نتن در جلد. جلد بسیار یک چیز حساس است، بسیار آرام هم قسم کش کنن که جلد او را بگیره و لایه دوم خود و او را زود از دست نده. بسیار عالی، واقعا یک نکته بسیار خوب اسد جان بر ما ارائه کردن. وقتی که ما میکپ استفاده میکنیم کوشش کنیم که سرپوست زیادتری را فشار ندهیم، یعنی به بسیار راحتی استفادهش کنیم. خب بعد از اینکه اسد جان میکپ استفاده کردیم، درباره اسپریش هم میشه کم معلومات بیشتر بر ما بدین و گفتین که از 10 سانتی متر دورتر استفاده میشه و این ستینگ اسپریس که آرایش ها تمام میشه استفاده میکنن. عموماً ما در آرایش ها داریم دیگه، این محصول که داریم هایلایتر است، عموماً در قسمت های کومه و اینا استفاده میکنن. چی خوب است که بازش کنیم ببینیمش. اینا زیادترین جلد جلایش خود برشان نشان میده. اگر میکپ استفاده کنن و ساده باشه او اصلا خوب نمیگه برشان و زیادترین خانوم ها که استفاده میکنن باید با جلایش باشه.
یعنی کم جلایش داشته باشین، زنده باشین. و میکپ که استفاده میکنیم بعدش هایلایتر در قسمت های کرما و اینا استفاده میکنیم. زیادترین استفاده هایلایتر در این سالا شده، بیشترین مردم ما کم کم با پیشرفت میرن. ما زیادترین طریق استفاده آرایش از اینترنت سرچ میکنن، از هر جایی سرچ میکنن، از یوتیوب یاد میگیرن. بعدش هایلایتر که تمام شد از سیتینگ اسپری که استفاده میکنن از طول 10 سانتی متر دورتر به جلد خود فشار بدن که همو میکپ که زدن، هایلایتر که زدن، تمامش به موسط دوم جلد بشینه. و سیتینگ اسپری هم که هست اینا هست از کمپانی نیویل هست، بالاترین کمپانی در ترکیه که فعلا همو مردم خودشان استفاده میکنن. زیادترین مردم ترکیه از بین المللی از اروپا استفاده نمیکنن، اما محصولات خودشان استفاده میکنن. بسیار عالی. و اصلا جان میشه در برای اسپری هم بر ما بگی هم نظر به جلدا فرق میکنن یا نه یا مو یک نویش هست؟ فرق میکنن. اومن جلدای هسته که حساس هست و این مواد حساسیت پیدا میکنه، مثلا جوش مبرایه، بخار مبرایه یا تاپه تاپه لکه میشه. اونا از این محصول استفاده کرده نمیتونن. از محصول امی سیتینگ اسپری با خاصیت جلدای حساس استفاده کنن باید. اون موادی که هست درماتولوژی تست شده، لابراتوار شدگی است. اون من سر 30 نفر 50 نفر اول یک کمپانی تست میکنه که اساسیت وجود نداشت، نشان نداد، بعدش رو به بازار عرضه میکنه. بسیار عالی، زنده باشین. و اسد جان میشه در برای پرایمر بر ما بیشتر بگوین که ازی در بازار هم هست چون ما خودم دیدیم، نظر به کیفیتش میشه برای ما بگوین که چقدر تفاوت دارن؟ نظر به کیفیت، ای برند لافراستا از خود ترکیه است. عموماً پرایمرهای دیگه که هستن در بازار به شکل کریم تا استفاده میکنن، مثل کریم است. ای به شکل ژل است که در سطح جلد از کیفیتش معلوم میشه که به سطح جلد که بزنین ای جلد نرم و ملایم میسازه برای میکاپ گرفتن. یعنی اگر دیگه پرایمرهای بدل که استفاده کنن کسی، همین مشتری های ما اونا زود عمود قبرشان نشان میده که هیچ اصلا آماده بر میکاپ نیسته، هیچ استفاده نکنه مثل میکاپ باید. ایره که استفاده کنه میکاپ جلد آماده میشه بر میکاپ و میکاپ هم میتونه براحتی استفاده. زنده باشین، تشکر از جون ازی که بر ما معلومات دادین. و همیشه درباره میکاپ های تاریک اگر هست پیشتان بر ما معلومات بدین، چون بعض دختر خانمایی که سفید هستن یعنی سفیدی جلدشان بیشتر است میتونن که از میکاپ تاریکتر استفاده کنن. اما تو راست نیست جان؟ بله. اگر اشتباه نکنم. نه خیر، بیخی درست فرمودین. آها. و ای کست برای آرایش های اسموکی استفاده میشه، یعنی دودی. عموماً در اروپا آرایش های دودی میکنن، تاریک میکنن که عمو جذابیت خود نشان بدن، نه ای که مثلا سفید سفید آرایش کنن و چهره اصلی خود خدا گم کنن. اما آرایش های اسموکی استفاده میکنن، میکپ های اسموکی و سایه چشم اسموکی دودی که از اونا استفاده میکنن. این به شکل استفاده میشه که جلد هیچ اصلا دیگه جایش نشان نمیده که این جای آرایش کدگی است، اما چهره اصلی خود به جذابیت اصلی خودش نشان میده. خب اصلا جون میشه درباره کیفیتش بیشتر بر ما بگوین؟ بعضی ها بیشتر اگر که میکاپ استفاده کنن جلدشان لکه لکه میشن و جلدشان حساسیت میکنه یا هم بخار پیدا میکنه، قسمی که شما هم گفتین، درباره کیفیت اینا بر ما بگوین. اینا خوب قسم نیست، اینا هر کدام محصول ما که هست اینجا ما وسط اروپا پیش میریم، اصلا همی سنتر ما اپالتوک سنتر که هست همه خدمات ما وسط اروپا هست. در کل افغانستان این رقم سنتر ما خودم براتون میگم که نیست اصلا، و ما به شکل کاسمیتیکس ما لوازم آرایش ما به طور مسلکی پیش میریم. اصلا این کیفیت ما که هست برند XP هست، میکپش
که هیچ بار جل دستاسیت نمیکنه. پیش از این که یک کمپانیی که مسئول به بازار ارزه میکنه در حد 50 نفر یا 100 نفر تست میشه در جلدایشون، بعد از او که هیچ اساسیت نشان نداد این کمپانی اجازه از ایره داره که به بازار عرضه کنه این محصول و محصول ما با کیفیت گرید است، یعنی درجه ای. درجه آلا. زنده و سلامت باشین، تشکر. و خصوصا دختر خانمایی که بیشتر مشکل داشتن در باره میکاپ کردن خود، خدا کنه که برنامه را دیده باشن و از این مرحله که اساس جان گفتن استفاده کنن. اولتر از همه پرایمر، که پیش از پرایمر نباید چیز دیگه استفاده کنن. خب اساس جان درباره از این خوب برای ما گفتین و گفتین که قبل از میکاپ کردن هم جلد خود با چی پاک کنن و میشه که بعد از این هم برام بگین که همراه چی جلد خود شستشو کنن که حساسیت نکنن یا هم عمو میکاپ در جلدشون باقی نمونه. زیادترین مشتری های ما که میان عموماً از حساسیت های برامو میگن، از لکه های صورت میگن که در سر بینی، در کما، در این قسمت ها ایجاد میشن. عموماً از طرف صبح که میکپ میزنن او را تا شام لانگ استی نیست اصلا، یعنی 24 ساعت نیست. اون میکپ صرف گریم با شکل گریم با مو چند ساعت کار میتن. عموماً اول با انتخاب میکپ خود دقیق باشن که لانگ استی باشه، یعنی 24 ساعته باشه که از طرف صبح که استفاده میکنن تا شام او همون قسم خود را نگاه کنه. بعدش که پاکسازی میکنن یک مرحله بسیار مهم که هست پاکسازی میکاپ است. اصلا میکاپ از گرده های خاک و یا سنگی که جور میشه اونا بر جلد صدمه میرسانه، اما بر طور شکل درستش که استفاده کنیم بعد از او هیچ صدمه نمیرسانه. و پاکسازیش هم میتونن با این تونیک استفاده کنن، با این محصول که قبل از استفاده کرده بودن پیش از میکاپ. بله بله، پیش از اینکه صبح که مثلا هر روزش هم آرایش از این استفاده کنن، بعدش آرایش که باکم میکنن با بسیار پختی بسیار ملایم، اما آرایش های خودم مکمل از دور چشم، از پیشانی، از کمر تمامش پاکسازی کنن و این موادی که داخل خود داره اینا هیچ صدمه برای جلد نداره. اصلا فایده که داره میکاپ اما چیزهای مضرش از بین میبره. بسیار خوب، بسیار عالی، تشکر. واقعا اساس جان قسمی که خودتان هم گفتین مسئولی که بیشتر مهم از پاکسازی هست، باید یعنی با چیز پاکسازی کنیم که جلد ما کاملا پاک شود و میکاپ در جلد باقی نمانه که برای جلد ضرر داره. تشکر اساس جان و میشه که درباره پودر هم بر ما معلومات بدید. بیشتر از دختر خانم از کدام قسم پودرها استفاده میکنن و کدام پودرها نوامدن که در جلد نمونه و آسیب هم نرسانه به جلد، میشه که درباره این هم بر ما معلومات بدید. این اساس جان امرویتون کمک میکنم، باز نگوین که امرویم کمک نکرد. تشکر. پودرها که هستن اینا از کمپنی ایویل هستن. پودر عموماً با رنگ جلد استفاده میکنن که شماره 1, 2, 3, 4 و هر شماره اگر نیلی و سفید بیدن اما شکل پودر استفاده میکنن و پودر متقیقه استفاده شده در افغانستان چون مردم ما یکم از نگاه تحقیق اینا کمتر هستن، چیزی که از دیگه کس میشنن امور استفاده میکنن. دقیقاً دقیقا نمیفهمن که جلد ما چی است، ما باید چی استفاده کنیم. عموماً پودر که استفاده میکنن به شکل درستش با امو پد، امو بروشی که داره، امو تمام کور کننده جلد با شکل اساسیش استفاده کنن. پیشانی و این قسمت هایی که پودر زیادتر میمونه، قسمت بینی است که زیادتر پودر میمونه. این یگانه دلیلش این است که پودر میمانه، اولش از پرایمر استفاده نمی کنن که زیادترین باید از پرایمر استفاده کنن. پرایمر عموماً جذب میکنه مکاپ تمامش نمیمانه که خدا در حرف بدن نامشان بده. و بعدش پودر که استفاده میکنن با موقت به شکل اساسیش استفاده کنن، یعنی
قسمی که فشار دادن از اون قسم استفاده نکنن، بسیار مبارم و راحت استفاده. بله دقیقا. بعد دختر خانم های عزیز هم بیشتر کوشش کنن که مراقب جلد خود همیشه بخت باشن، و کسایی هم که بیشتر شکایت داشتن از میکه و از پودر خدا کنه که برنامه را دیده باشن و مشکلشان حل شده باشه. اصلا جان این مشکل ما را خواه حل کردین، زنده و سلامت باشین. بیشتر چیزی که دختر خانم های عزیز ازش رنج میبرن مویروی است، که من هم از این قسم مشکل شکایت دارم و بیشتر موهای میره. میشه که بر ما اگر شامپوی خوب دارین بر ما به معرفی بگیرین، و دوستای ما را هم از این بیشتر منتظر نمیمونیم، خوب است که برشان معرفی کنیم. Same old thing that keeps me keen, but I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. با سلام مجدد دوست عزیز، دوباره خوش آمدین. باز هم در ادامه برنامه با شما هستیم، و دوست عزیز قسمی که ما هم براتون یادآوری کردم، میخوایم که در این بخش براتون شامپو رو به معرفی بگیریم. اسد جان خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. شما هم خسته نباشین. یعنی دیگه اسد جان منتظر بود که ما براشون بگیم که خسته نباشین. خسته خو نشدین ان شاء الله امروز ما. خواهش میکنم. بسیار راحت، بسیار خوب تیر میشه. زنده و سلامت باشین. تشکر. اسد جان دیگه شامپو رو بیارین و دوستای ما رو از بیشتر منتظر نمانین. کسایی که بیشتر شکایتشان از ریزش مو هست، موهایشان ریزش دارن، ببینیم که اسد جان چیره بر ما به معرفی میگیره تا اینکه مشکل ما حل شوه و بیشتر کسا هم که مشکل دارن میتونن که از این قسم شامپوها استفاده کنن. این شامپوی ما که هستن از کمپانی سبامید است، پیچش 5.5 است، به هر قسم مویا هست. زیادترین مشتری های ما که میان اصلا طریق استفاده شامپو را نمیفهمن و بازار که میرن میگن یک شامپو بر ما بده، اصلا خودشان نمیخوانن که می بخاطر چی است، به خاطر آیا بخاطر موهای مثلا چرب است یا هم بخاطر موهای خشک است، همونطور است؟ بله، یکی او خاصیت و یکی هم خاصیت از این که موی ریزی هم دارن. اونا فکر میکنن که سیر تقویت میکنن و دکانداران برشان بسیار راحتی شامپوی سیر برشان میکشه که این تقویت میکنن. اصلا داخل از او شامپو نوشته نیست که او با چه خاصیت میوه هستن. این شامپوی را که من براتون میگم ای سبامید است، کمپانی سبامید است، انتی هیلوز است، یعنی مخصوص موی رفتگی است. که من زیادترین مشتری های ما از موی رفتگی که دارن از سنین جوانی هستن، فعلا سنین 20 و 21 اینا، چون شرایط ما یکم خراب است از او خاطر مویایشان میره. دقیقا. و از او خاطر استفاده میکنن. و من این شامپو مخصوص موی رفتگی است، در ظرف 14 روز 50% مشکل کاهش میده، اونام با گارانتی ما که اگر هیچ کاهش نداد، کم نکرد 50% موی رفتگی را، میتونه پس بر من دوباره مسترد کنه.
ما به سطح بین المللی پیش میریم، ایف سنتر ما که هست، افغان ترک سنتر، به طور مسلکی پیش میریم. ما هر مشتری که می آید اول برش از تمام خاصیت ها برش میگیم که مثلا موی شما چی خاصیت داره، آیا چرب است، خشک است، و یا موی رفتگی داریم یا سبوس موی داریم. هر چیزی که دارین بر ما راحت بگویید که ما همون چیز مطابق از همون مشکلشان برشان همون محصول پیشکش کنیم که مشکلشان رفت شد. بسیار عالی. یعنی تا حداقل تا 14 روز این شامپو عکس العمل خود را نشان میده و ریزش مو را کم میکنه، تا 50% کاهش میده. آها بسیار عالی. خب میشه از جان درباره ازی هم برای ما بگوین که آیا فقط ای از ریزش مو جلوگیری میکنه یا دیگه خاصیت هم داره برای رشد مو، آیا کمک میکنه؟ یعنی چون بعضی دختر خانما همیشه وقت در کوشش ازی هستن که از شامپویی که استفاده میکنن چند خاصیت داشته باشن، و خصوص یکی از ریزش مو جلوگیری کنن، در رشد مو کمک کنه و سبوسک موی هم از بین ببره. عموماً امی مشکلاتی که هسته موی رفتگی و اینا هر چیز در زمانش میشه. مثلا موی رفتگی دارن در فصل خزان است، در می فصل فعلا خنک ایناست که مویشان میریزه، باید از این اول این مشکلشان حل شوه. این شامپوی است که انتی هیر لوز است، یعنی نمیمونه که مویشان بره، اینا تقویت نمیکنه، صرف نمیمونه که مویشان بره، تنها از ریزش مو جلوگیری میکنه. جلوگیری میکنه، صرف کارش امی است که کلون نوشتم است انتی هیر لوز، مخصوص ضد ریزش مو. بسیار عالی. و درباره قیمتش هم میشه بر ما بگوی نسا جان که قیمتش چند است؟ اگر اشتباه نکنم اینجا هم نوشته دوستای عزیز قیمتش 857 روپا، یعنی پول ناچیز است به خاطر از اینکه ریزش موی تانه تداوی کنین و این مشکل بزرگتان از بین بره. بله صاحب، و در افغانستان این شامپو اصلا دیگه جای وجود نداره، فقط کمپانی که عرضه می داره فقط ماستیم، و از این شامپو از این کمپانی دیگه شامپویش داریم که اینا انتی دندروف است. انتی دندروف کمک میکنه که سبوسک موی مکمل از بین ببره. اینا 100% کار خود انجام میده. مثلا یک مشتری که من پیش ما میگه که من هم سبوسک موی دارم هم موی ریزی دارم، اونا را باید اول حداقلش باید انتی هیرلوز استفاده کنه تا چند روزی که اونا را کاهش بده، مکمل موی رفتگیشان را استاپ کنه، اونا را آماده کنه، مویشان را آماده کنه بر از این که دیگه فعلا نرمال است. بعد از او که سبوسک پیدا کرد، از این شامپو میتونه با چند روز استفاده کنه که سبوسک مویشان از بین ببره، زنده باشه، و چند مشکل در یک شامپو نمیشه که حل کرد. یعنی اول در ابتدا میتونن که از این شامپو استفاده کنن به خاطر ریزش موی خود، و بعدا هم میتونن که از این شامپو استفاده کنن به خاطر سبوسک سر. تشکر استاد جان از اینکه درباره لوازم آرایشی بر ما معلومات دادین. زنده و سلامت باشین، و اگر در اخیر هم کدام گفتنی دارین میشه برای دوستای ما بگوین. خواهش میکنم، خوش آمدین، همیشه همینطور بیاین، از ما احوال بگیرین، ما چیزهای جدید و چیزهای خوب بر شما پیشکش میکنیم تا که یک خدمت برای همشهریان و مشتری های خود باشیم، برای شما باشیم. و تشکری میکنیم از چینال افغانستان گالری که همیشه احوال ما را میگیرن، بازازی هم بگیرن. زنده و سلامت باشین. تشکر استاد جان، دلتان جمع باشن، ما همیشه وقت میاییم و شما را به زحمت میسازیم. خواهش، تشکر، وقتتان خوش، زنده باشین. و جهان سپاس از شما دوستای عزیز که ما را تا این لحظات همراهی کردین. زنده و سلامت باشین. تا برنامه بعد و تا دیدار بعد، همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدارتان. یادتان نره که چینل افغانستان گالری را سابسکرایب کنید.